درود بر شما. به تحول خوش آمدید. ایالات متحده آمریکا در مورد خروج نیروهایش از افغانستان شتاب زده تصمیم نخواهد گرفت. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگه که کشور همچنان در حال بررسی شرایط توافق با طالبان است و تصمیم خروج را هم با مشوره با متحدانش خواهد گرفت. در همین حال حکومت افغانستان از تصمیم مشروط ناتو مبنی بر خروج سربازانش از افغانستان استقبال میکنه، اما گروه طالبان تا هنوز در این باره واکنشی نشان ندادن. اما پرسشی که اینجا به میان میاد، ناتو چرا درباره یکی از بزرگترین ماموریت های خود تصمیم گرفتن نتانست؟ آیا انتظار آمریکا را میکشد یا حرف چیز دیگری بوده میتونه در این مقطع زمانی؟ بیشتر صحبت خواهم کرد تا دقایق دیگر با دو بزرگ مهر بارز و نظری گزارش در نخست بیننده باشیم. در آخرین روز نشست وزیران دفاع ناتو قرار بود روی خروج و حضور نیروهای خارجی فیصله نهایی شود، اما روی هیچ یک از این دو گزینه فیصله صورت نگرفت. این تصمیم با واکنش های به همراه بوده است. پس از این نشست وزیر دفاع آمریکا گفت که قرار نیست این کشور نیروهایشان را به گونه شتاب زده از افغانستان خارج کند. امریکا در حال بررسی توافقنامه صلح با طالبان است تا دیده شود که آیا این گروه واقعاً به تعهداتشان عمل کردن یا خیر. واشنگتن پس از بررسی توافقنامه امریکا، طالبان و مشوره با متحدانش در مورد خروج نیروها از افغانستان تصمیم خواهد گرفت. هر نوع افزایش خشونت تلاش های صلح را نادیده می گیرد و حمله های بهاری البته که دیدگاه در مورد صلح را نادیده خواهد گرفت. ما در حقیقت خلاف این را انتظار داریم. انتظار داریم که طالبان خشونت ها را کاهش بدهند. پس از این نشست دبیرکل ناتو با رئیس جمهور غنی تماس گرفته و اطمینان داده که پشتیبانی این پیمان از نیروهای امنیتی افغان و مبارزه با هراس افغانی ادامه می‌یابد. رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه از تصمیم مشروط ناتو مبنی بر خروج نیروها از افغانستان نیز استقبال کردند. وزیر دفاع آلمان هم گفته در صورت بدتر شدن وضعیت به یک ماموریت تازه به افغانستان نیاز خواهد بود. پس از توافق با آمریکا، طالبان بر بنیاد تعهدشان برای کاهش خشونت ها عمل نکردند و حمله های هراس افغانانه ایشان را بیشتر ساختند. اگر وضعیت امنیتی بدتر شود، یک فرمان کاملا جدید برای ماموریت افغانستان امکان پذیر است. همه نگرانند که پس از این تصمیم ناتو سرنوشت جنگ افغانستان چگونه خواهد شد؟ آیا طالبان به هشدار که پیش از این در صورت عدم خروج نیروهای خارجی از افغانستان داده بودند عمل خواهند کرد و خشونت ها را بیشتر خواهد ساخت؟ با هر کسی که صحبت کرده ایم گفته اند که خروج شتاب زده، افغانستان در یک مشکل عمیق به لحاظ نظامی روبرو خواهد شد. اگر کمک مالی قطع شود، من این را قبلا هم گفتم که دولت سقوط خواهد کرد. پس از دو دهه حضور نظامی ناتو در افغانستان و هزینه میلیاردها دلار، به نظر می رسد که این پیمان از احتمال از دست رفتن دستاوردها نگران است. در این برنامه آقایان دکتر عزیز احمد بارز آگاه روابط بین الملل را از آکسفورد لندن داریم و دکتر عبداللطیف نظری استاد دانشگاه هم از اسلام آباد پاکستان روی خط تصویر هستند. درود بر هر دو بزرگواران، ممنون از اینکه حضور یافتین در برنامه. اگر بحث را با شما آغاز کنم جناب بارز، چرا درباره یکی از بزرگترین ماموریت‌های خود ناتو نتانست تصمیم بگیره؟ با سلام خدمت شما مهمان برنامه و بینندگان ارجمند آریانا نیوز. درود به شما. ببینید، قضیه افغانستان یه مقدار پیچیدگی‌هاش بسیار استثنایی است. ما در یک بحران عمیق نیم قرنه قرار داریم که این بحران را نمیتونیم با هیچ جای دنیا مقایسه بکنیم. دلیل این که ناتو نمیتواند در مورد بحران افغانستان تصمیم بگیره، یکی از عواملش همین است و پیچیدگی های یا بهتر است که بگم دشواری هایی را که سیاست های عجولانه ی آقای ترامپ در افغانستان خلق کرد در مورد امضای توافقنامه دو جانبه با طالبان، این میتونه عامل دیگر باشه. و عامل سوم هم عملکرد طالبان و حامیان منطقوی اوناست که آنچه را در واقع
طالبان در توافقنامه دو جانبه عمل کردن، خصوصا پیرامون قطع روابط این گروه با القاعده عمل نکردن. دقیقا طالبان اینجا دنبال روی از سیاست فریب و گریزی آیسا یا حکومت پاکستان را پیش میبرند. با جامعه جهانی وعده کردند که اینا روابطشون با القاعده قطع میکنند. راپورها و گزارشات اخیر معتبری به این دلیل نشان میده که هنوز این گروه روابط را نه تنها این که با القاعده و دیگر گروه های تروریستی قطع نکرده، بلکه این روابط عمیق‌تر شده و نیروهای القاعده در صفوف طالبان به شکل ادغام شده که مردم و جهانیان را گول بزنند که اینها نیروهای بومی هستند. در پهلوی اینها تشدید حملات در شهرهای بزرگ افغانستان توسط طالبان که مسئولیت به عهده نمیگیرند، اینها همه نگرانی هایی هستند که سرمنشی ناتو و تمام جهان را در یک سرگیچه قرار داده که در مورد افغانستان نتونند یک تصمیم روشن بگیرند. بسیار تشکر. نظری صاحب خوش آمدین. شما در شهری هستین یا در کشوری هستین که به نوعی متهم شد چند روز پیش از طرف مشاور شورای امنیت ملی افغانستان که همچنان به حمایت از طالبان ادامه میده، رهبرای طالبان هم در کویته پاکستان هستند و فکر میکنین چی باعث شده که حالا ناتو نتونه تصمیم گیری کنه در مورد بیرون کشیدن سربازانش از افغانستان؟ آیا مداخله کشورهای منطقه است یا چیز دیگر؟ مهمان گرامی برنامه و بینندگان محترم آریانا نیوز، من فکر میکنم که متغیرهای مختلف میتونه در سطوح داخلی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تاثیرگذار باشه در این روند ابهامی که بسیاری ها از جمله ناتو با او مواجه شده. در سطح داخلی به نظر میرسه که هنوز پراکندگی در ارتباط با پروسه صلح افغانستان وجود داره و کنشگران مختلف سیاسی افغانستان دیدگاه‌های متضاد و متغایر و حتی در موارد متقابل دارد. بنابراین تا زمانی که اجماع نظر سیاسی در داخل شکل نگیره، من فکر میکنم که بنبست مذاکرات صلح شکسته نخواهد شد و حتی اگر مذاکره بار دیگه شروع شد و به نتیجه نخواهد رسید. در سطوح منطقه‌ای هم همونطور که مهمان برنامه شما اشاره کردن، ما عملا در وضعیت قرار داریم که بسیاری از کشورهای تاثیرگذار منطقه هنوز هم به یک اجماع منطقه‌ای اینو دست پیدا نکرده. شما اگر در نظر بگیرید نقشی که کشورهای منطقه داره در ارتباط با صلح افغانستان در موارد تضاد منافع و حتی در حوزه ژئوپلیتیک تضاد را به وجود آورده، قطعا این میتونه روی روند صلح افغانستان تاثیرگذار باشه. در ارتباط با سطح فرامنطقه‌ای با توجه به تغییری که در اداره ایالات متحده آمریکا شکل گرفته، من فکر میکنم یکی از متغیرهای مهم در ارتباط با سرگومی یا سردرگومی ناتو میتونه نوع نگرش سیاست خارجی ایالات متحده در اداره آقای بایدن باشد. سیاست آقای ترامپ با همه فراز و نشیبی که داشته مشخص بود، ولی با اداره آقای بایدن من فکر میکنم که ناتو هم منتظر هست که یک صدایی با ایالات متحده آمریکا را در دوره آقای بایدن تجربه بکنند. به این دلیل است که هنوز هم دولت ایالات متحده، من فکر میکنم که در حال بازنگری وضعیت افغانستان هست و موضع خود را به صورت قاطع و جامع و همه جانبه اعلام نکرده. به همین دلیل که بسیاری از کشورها از جمله دو طرف، من فکر میکنم در دوحه هم منتظر چنین روندی میباشد. با توجه به اینکه کارگردان اصلی تحولات صلح افغانستان هنوز هم ایالات متحده آمریکا محسوب میشه، بنابراین نوع روی کرد سیاست خارجی میتونه در ایالات متحده فوق العاده روی وضعیت صلح و جنگ در افغانستان تاثیرگذار باشه. آمریکایی ها شتاب زده عمل نخواهند کرد، پس ناتو هم تا می منتظر خاتم. سیاستی که در دوره آقای ترامپ بود در دوره آقای بایدن بر روی کرد عجولانه در ارتباط با صلح افغانستان تعبیر شده. بنابراین
من فکر میکنم که قطعا با توجه به اینکه دستگاه دیپلماسی اولویت نخست در اداره آقای بایدن داره، من فکر میکنم که بسیاری از کشورها، حتی کشورهای منطقه که مخالف حضور ایالات متحده در افغانستان میباشه، اینا هم منتظر هستن که ببینه روی کرد سیاست خارجی آمریکا چی خواهد شد. با توجه به او باز اینا هم میتونه اعلام موضع بکنه، چه سیاست اعلانی و چه سیاست اعمالی خود را در ارتباط با افغانستان مورد توجه و دقت نظر قرار بده. بنابراین من فکر میکنم مهم است که ما کمی صبر بکنیم تا اداره جدید در ایالات متحده چه نوع سیاستی را در ارتباط با تحولات افغانستان از جمله پروسه صلح افغانستان اتخاذ خواهد کرد. ممنون. اما بارس، خب امریکا شتاب زده عمل نخواهد کرد، آنچرا که وزیر دفاع ایالات متحده گفته، اینا در حال بررسی توافقنامه صلح با طالبان هستند و در مشوره با متحدانشان در مورد خروج از افغانستان تصمیم خواهند گرفت. اما هر نوع افزایش خشونت در افغانستان، آنچرا که آقای برگ تاکید کرده، میتونه تصمیم را تغییر بده، آنچرا که استولتنبرگ اشاره کرد. سوال من اینجاست، اگر خب طالبان تا اینجای کار توافقنامه را اجرایی نکردند، مطمئنن که ملاحظاتی هم روش پس از اعلام تصمیمش در تصمیم آمریکا در ماه می، مواردی هم تغییر خواهد شد، چیزی کم خواهد شد، چیزی هم زیاد خواهد شد. فکر میکنین که آمریکایی ها به این زودی ها افغانستان ایلا کنن و در صورت بیرون نشدن ادامه حضور یعنی چی؟ ادامه جنگ؟ ببینین، باید ما قاعده صحبت را یا بحث را بر این بگذاریم که آمریکا و ناتو نمیخواهند و دلایل زیاد از جمله مصارف بسیار بالای مالی در افغانستان دائمی بمانند. این امری که یک تعداد از تحلیلگران میان در رسانه ها میگن که نه، آمریکایی‌ها اینجا منافع در درازمدت داره و میمانه، این یک تئوری توطئه منطقوی است، بیس علمی و تحقیقی ندارد. برای همین پیچیدگی های سیاست افغانستان و بحران افغانستان امریکا را و ناتو را در این باطلاق گیر مانده. اینا هم میخواهند برای از این کشور و هم راهی برای یک خروج آبرومند را جستجو میکنند که هنوز نیافتند. خروج آبرومند را اداره آقای ترامپ با سرپرستی آقای خلیلزاد در اون تفاهمنامه دو جانبه میدید که از نظر من حداقل اون یک فریبی بیش نبود برای جهان. طالبان خودشان دارای یک ظرفیت کلان مدیریتی و تشکیلاتی نیستند که بتوانن منافع علیای افغانستان را بایس شهروندای افغانستان در اولویت کارشان قرار بدن. بینان آنچه را طالبان جام میده سیاست استخباراتی چندین دهه آیس آی است که توسط روپوش طالبان انجام میدن. اون سیاست در واقع سیاست بازی دو پهلو با جهان است که بار بار جهانیان در این مورد صحبت کردند که سیاستمداران پاکستان با اینها دو پهلو بازی کردند، یعنی همزمان هم با تروریسم بودن هم با دشمنان تروریسم. دقیقا این فرمول را با روپوش طالبان این بار پاکستانی‌ها دارن اعمال میکنن، همزمان تفاهم نامه امضا کردن با آمریکا و همزمان روابط را عمیق‌تر کردن و تنش‌ها را افزون بیشتر کردن در افغانستان. بنابراین این وضعیت جهان را در یک سردرگمی گذاشته که نمیتونه تصمیم بگیره. دقیقا جهانیان نمیخوان دوباره تروریسم و افرادگرایی به کشورهایشان برگرده. همین یگانه نقطه است که اینها را در افغانستان بیشتر ساکن میکنه. و از جانب دیگر سیاست های مریض و چند پهلو ناروشن حکومت های افغانستان بعد از بن در قبال تروریسم و طالبان یک مقدار حوصله‌مندی یا همراهی یا رفاقت جهان با حکومت افغانستان را دچار تزلزل کرده. ببینین، ما شاهد بودیم که آقای کرزی اسنادی وجود داره که میلیون ها دلار به خاطر تقویت طالبان مصرف کرد. ما شاهد بودیم که هیچ وقت آقای کرزی حاضر نشد اینا را تروریست بخوانند. آقای غنی هم که بعد از او آمد، سیاست های کشدار و مریضش در قبال طالبان و پاکستان همیشه مورد نقد اپوزیسیون و
مخالفان طالبان بوده. اینها را که همش یک جای بکنیم، سیاست جهان در افغانستان در بدترین شرایط، در سوارترین شرایط است که اینا نمیتونه تصمیم بگیره. ولی عملکرد طالبان نسبت به ادامه خشونت ها و نسبت به این که طالبان روابطشان نه تنها این که با تروریست های بین المللی قطع نکردن، با حکومت های تروریست پرور از نظر غرب که دستگاه های استخباراتی ایران و پاکستان هست، تقویت این روابط یک مقدار زنگ خطرهایی را در ناتو و در غرب و صدا در میاره. حالا همین مواردی که شما اشاره کردین، فکر نمی کنین که دلیلی خواد شد بر ادامه حضور ناتو و امریکا در افغانستان؟ شما از مبنای علمی یاد کردین، حالا مبنای علمی هم فکر نمی کنین که اینجا جام مانده که کدام یک شجری شوه؟ خب می خواستم همی را خدمت شما و بینندگان بگویم که همه ای دلایل را که ما یک جای بکنیم، نتیجه میشه که غرب و امریکایی ها به تعجیل به عجله تصمیم نگیرن، اون سیاست عجله‌ای را که آقای ترامپ داشت کنار میگذارن، یک مقدار به تعمل و با بازبینی بیشتر تصمیم میگیرن ساعت این خروج واقع شود، نه به اون تاریخی را که تفاهم نامه دو جانبه تعیین کرده. بسیار تشکر. اما شما که در پاکستان هستین جناب نظری، چی یافتین از پاکستان؟ دید پاکستانی ها چگونه است در مورد روند صلح افغانستان؟ آقای مسعودم پیشنهادهایی داشتن برای طرف پاکستانی، فکر میکنین که تغییری در دیدگاه پاکستانی آمده باشه؟ مشخصا حکومت آقای عمران خان درباره جنگ و صلح افغانستان با در نظر داشت صحبت های جناب بارز. خب من فکر میکنم که با توجه به اینکه کشورها معمولا یک سیاست اعلانی داره، یک کم سیاست اعمالی در حوزه سیاست خارجی، گذر زمان باید نشان بده که در حوزه عملی چی تحولاتی در انتظار افغانستان هست. سیاست اعلامی پاکستان تا ایمالیش که خیلی فرق داشته با در نظر داشت صحبت‌های مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، و آنچه که آقای داودزه اشاره کردن که این بار مواردی هست که در 24 امی ما شریک خواهند ساخت با اونا و باید کارخانگی خود طرف پاکستانی هم انجام بده. ببینید، من فکر میکنم که در واقع روابط افغانستان و پاکستان یک روابط سخت، پیچیده، پرمعما، نزدیک و در عین حال پرتنش است. بنابراین با توجه به این شاخصه ها برداشت من است تا زمانی که بهبودی در مناسبات دو کشور شکل نگیره، احتمال این که پروسه صلح افغانستان با موفقیت روبرو شود بسیار دشوار خواهد بود. در عین زمان دیداری که ما با مقامات بلندپایی پاکستانی داشتیم، از صدراعظم تا وزیر خارجه و تا رئیس پارلمانی کشور، اینا همه تاکید داشتن روی منافع مشترک و حمایت پاکستان از پروسه صلح افغانستان. بنابراین به همو دلیل من پیشتر اشاره کردم که باید ما منتظر بمانیم که در حوزه عملی چه تحولاتی در آینده افغانستان و خصوص در ارتباط با پروسه صلح افغانستان رخ خواهد داد، چون در این تردید وجود نداره که پاکستان یکی از کشورهای تاثیرگذار در تحولات افغانستان پس از ایالات متحده آمریکا می باشد. بنابراین با توجه به نوع تعاملی که بین اسلام آباد و واشنگتن شکل می گیره و همچنین بین کابل و اسلام آباد شکل می گیره، مجموعه از این مثلث می تونه روی وضعیت ثبات و صلح پایدار در افغانستان تاثیرگذار باشد. از این منظر است که من فکر می کنم تا زمانی که پیچیدگی ها در روابط دو کشور وجود داشته باشد و فضای بی‌اعتمادی کماکان حکم روایی بکنه در حوزه سیاست خارجی و سیاست تنش زدایی و اعتماد سازی از دو طرف شکل نگیره، من باور می‌کنم که مشکلات افغانستان به خصوص در حوزه صلح کماکان پابرجا باقی خواهد ماند. افزون بر این من همچنان تاکید می‌کنم که امروزه آنچه که افغانستان در چانه‌زنی‌ها ضعیف ساخته، اختلاف نظر سیاسی هست که بین کنشگران سیاسی افغانستان و بازیگران حوزه سیاست و قدرت در کابل وجود دارد. ما شاهد هستیم که در واقع بحث هواداران دولت موقت در افغانستان در حال توسعه و رشد هست و از اون طرف دیگر حکومت افغانستان همچنان تاکید میکنه بر جمهوریت خواهی و این باعث این شده که در واقع یک نوع دودستگی
در حلقه های سیاست افغانستان شکل بگیره و حتی حلقه سوم مشاهده پذیر است که خواستار یک روند جدید یا یک جریان سوم می باشه. بنابراین با توجه به چنین وضعیت بسیار طبیعی خواهد بود که دست افغانستان در چانه زنی ها بازی باشه و کارت های زیاد را نتانه اینا در تحولات صلح افغانستان روی میز داشته باشه. ممنون. اما یک پرسش که اینجا مطرح میشه جناب بارز، اعلامیه ها و این عدم تصمیم گیری ها و انتظار ناتو یا معطل شدن ناتو برای تصمیم گیری آمریکا، این که چه تصمیم خواهد گرفت در مورد توافق نامه و پس از او باز اینا هم میتونن اظهار نظر کنن، فکر میکنین چقدر زمینه را برای بهانه جویی و بهانه تراشی بیش از این طالبان مساعد خواهد ساخت و به میزان کشت و کشتار خواهد افزود؟ سرزمینی که هر روز شهروندانش کشته میشن، هیچ کس مسئولیتش نمیگیره، از خدم تا هشم همه زیر تهدید هست به قول کارشناسان امنیتی یا نظامی، فکر میکنین کار به کجا می انجام؟ جنبندی صحبت های شما در ادامه میریم به طرف نظری سن. ما فکر میکنم که وضعیت پیچیده‌تر از آن است که ما میبینیم، با این دلیل که طالبان هم قسمی که ذکر کردم پایبند و توافقنامه دو جانبه نماندن، حکومت افغانستان را صلح را قسمی میخواه که باید این دوره پنج ساله تمام شود و جهان را صلح را قسمی میخواه تحت فشار شهروندان و قوانین بین المللی که دستاوردها، حقوق زنان، حقوق بشر و آزادی رسانه ها در افغانستان حفظ شود. اما طرف روسی میگه، روسیه میگه که طالبان تقریبا بی عیب و نقص به توافقنامه آمریکا پابند بودن. خب روسا معذرت میخوایم که جمله استعمال میکنیم، شیطنت میکنن. ایرانی هم در مسئله افغانستان سیاست دوپهلو و شیطنت آمیز دارن. این سیاست ها به نفع مردم افغانستان نیست، اینا در واقع به نوعی به چالش کشیدن آمریکا و شرکایش در این منطقه است که در نقاط دیگه جهان که اینا با هم اختلاف دارن امتیاز بگیرن. ما در افغانستان دچار مشکلات دیگه هم هستیم که چی طالبان به حیث یک گروهی که فعلا مطرح است، چی حکومت افغانستان، این هر دو هم صلح را برای افغانستان قسمی میخواهند که یا قدرت کامل داشته باشند یا حریف خود را کاملا از صحنه بیرون کنن یا زیر دست داشته باشند. بنابراین اینا را همش که یک جای بکنیم وضعیت پیچیده‌تر می شود و فکر میکنم این خروج در وقت معین صورت نمی گیرد. احتمالا هم آمریکا جمع ناتو حضورشان را یک مدت نامعین تمدید بکنند، الا اینکه طالبان نشان بدن که به تمام بندهای توافقنامه از جمله اون بندهایی که سال دیر سوال رفته عمل بکنن. و از جانب دیگر نقش دولت افغانستان میتونه بسیار موثر باشه که دولت افغانستان نشان بده که به خاطر آمدن صلح گامهای را و انعطاف پذیرای داره به این شکلی که فعلا حکومت آقای غنی پیش میروه و ما در صحبتهایشان در صحبتهای رسمیشان دیدیم که میگن طالبان بیان وارد نظام شوند و مدغم شوند، به این شکل طالبان احتمالاً هم نمیان و حامی اصلی طالبان که پاکستان باشه راضی نمیشود که طالبان بیان مانند آقای حکومتیار در این نظام مدغم شوند. پاکستانی‌ها در سیاستشون هیچ تغییری نیاوردن، هنوز سیاستشون سیاست راهبردی خروج رقبایشون از جمله هند از سیاست افغانستان است و آسیای مرکزی. بنابراین اینا را که همش کنار هم بانیم وضعیت و بحران ادامه خواهد کرد. فرصت ما تمام است جناب نظری صاحب، میخوایم کوتاه داشته باشم. وزیر دفاع آلمان هم گفته در صورت بدتر شدن وضعیت تمدید ماموریت خواهد شد یا ماموریت تازه ای اثر گرفته خواهد شد. این مهم در این میان حکومت افغانستان چه نقشی را میتونه بازی کنه؟ در جنبندی صحبت ها از شما مگه بشنویم. با زمانی که افغانستان در حوزه حکومتداری با فقدان اجماع نظر سیاسی سنت‌های سرکوبگرایانه، تعریف حداقل از پروسه صلح و فقدان سنت مدنی سهم‌دهی در تصمیم گیری با عنوان شاخصه‌های اصلی عمل بکنه، در حوزه داخل ما نمیتونیم
شانزنه های گسترده داشته باشیم که در واقع خواست های حکومت افغانستان بر طرف طالبان تحمیل شود. بنابراین هدف اساسی است که با توجه به چنین وضعیت قطعا طالبان حامیان منطقه خود را خواهد داشت، در شانزنه ها هم بیشتر تلاش خواهد کرد و حوزه دیپلماسی را هم گسترده تعریف خواهد کرد. در چنین وضعیت برداشت ما است که ما احتمالاً با جنگ‌های جدیدی در سال آینده مواجه خواهیم شد. ممنون. لطف کردین آقایان عبداللطیف نظری و عزیز احمد بارز با حضورتان در این برنامه. ممنون از اینکه حضور یافتین. وقت شما هم بخیر. تا درود دیگر.